تحویلداری خاطر من از شخص آیت الله مرعشی دارم، برای قومی ها خیلی میتونه شنیدنی باشه، متعال نمیدونم فرصت داری. بله بله بفرمایید دیگه. فرصت داری؟ بله بله. من خودم رفتم خدمت من آقای مرعشی، قصه مال سال ورود من به حوزه علمی قومه، یعنی سال مثلا 62 فکر کنم من مشرف شدم خدمت آقای مرعشی. ایشون تا منو شناختن شروع کردن یه خاطره گفتن، بعد من ازشون اجازه گرفتم، گفتم آقا اجازه هست من اینو رو منبرام یا جایی برای رفقا بگم؟ فرمودن بگو. گفتن هر جا هم گفتی بگو مرعشی یکی از مریدای عاشق احمد کافیه. خیلی ها آیت الله مرعشی نجفی بزرگ. آیه تحویل دار، خدا میدونه نمیشناسن مردم مقام علمی آیه مرعشی رو. علامه ای بود واقعا، قومی ها نمیشنسن، ایرانی ها نمیشنسن، دریای علم بود مرمای مرعشی. گوه یه صبح جمعه، من صبح های جمعه با یکی از رفقای همسن و سال خودم هم بحث های نجف هم و اینا در قوم یه مباحثه گذاشته بودیم. صبح های جمعه، یه جمعه من میرفتم خونه او، یه جمعه او میامد خونه من. گوه صبح جمعه بعد نماز صبح، تعقیبات نماز صبح خوندم، را افتادم برم خونش، توی صفائیه بود، پیاده را افتادم برم، دیدم جمعیت داره میدوه طرف حرم، ترسیدم، گفتم آقا چی شده کجا میدوین؟ جلو یکی رو گرفتم گفتم آقا چه خبره؟ گفتم ای خبر نداری؟ گفتم نه. گفتم آقای کافی میخواد بیاد مسجد اعظم دعای ندبه بخون. این تعبیر مرحوم آقای مرعشیه، من از همه مردم عذرخواهی میکنم چون این تعبیر مال خود ایشونه، من عرض میکنم چون توش یه درسه. مرحوم آقای مرعشی فرمود یه وقت غرور علمی منو گرفت، گفتم چقدر این مردم دور از جون، دور از فکر و تأمل و تعقلن. ما علمای بزرگی تو خونه نشستیم، یه آخونده کم سواد بی سواد میاد مسجد اعظم بره منبر، نگاه کن جمعیت چجوری داره میدوه. خیلی ناراحت بودم پیش خودم که چرا مردم اینطوری هن. شروع کردم به طرف چهارا بیمارستان رفتن خلاف مسیر حرم. گفت رسیدم چهارا بیمارستان که برم اون طرف، برم خونه رفیقمون، دیدم رفیق ما هم داره میاد همون عالم. سلام آقای مرعشی. گفتم این هفته نوبت تو بود من بیام خونه تو، چطور تو داری میای خونه من؟ گفت من خونه شما نمیام. گفتم کجا میری؟ گفت خبر نداریم، روزای کافی میخواد بیاد. حالا من دو دقیقه پیش پیش خودم توهین کردم به این خلق الله که اینا رو نادونی دارن دنبال یکی میدوئن. گفتم آها از شما بعیده. گفت چرا؟ گفتم حقیقتش من تو دلم یه همچین حرفی زدم. میگفت یه دفعه برگشت این رفیق بیدار دل ما به من گفتش که آقای مرعشی استغفار کن. گفتم چرا؟ گفت استغفار کن، خیلی زود قضاوت نکن. گفتم نه زو آقای کافی چقدر درس خونده؟ چی میگه رو منبرش مثلا؟ گفتش استغفار. بیا بریم امروز پا ندبه آقای کافی بعد حرف بزن. گفتم نه من نمیام، اگه بیام ترویج باطل میشه. میگفت شروع کردم از این اصطلاحات علمی کردن و یعنی واقعا خدا آدم یه لحظه به حال خودش وا نگذره. خدا آقای مرعشی عشق تو چشماش بود، اینا رو به من میگفت که من تنبیه اخلاقی بشن. فرمود که این رفیق ما هر چی به من گفت بیا بریم پا منبر آقای کافی، گفتم نه نمیام، چون میخوای بری برو، مباحثه تعطیل من نمیام. میگه یه دفعه یه چیزی گفت این رفیق ما، گفت آقای مرعشی یه حدیث امام صادق برات میخونم، هر کاری میخوای بکنی بکن. گفت چی؟ گفتم چی؟ گفت امام صادق فرمود اگه میخواین به جایی برسین با هوای نفستون مخالفت کنین، درسته یا نه؟ گفتم بله. گفت الان هوای نفستون میگه نه پا منبر آقای کافی، تو مخالفت اون برو، تو نه به خاطر آقای کافی، به خاطر مخالفت با هوای نفسه، پاشو بیا ببین چه خبر. گفتم باش، این شد میام. آقای مرعشی به من اینطور کرد، گفت آقای کافی نگاه کن، عبامو مثل زنا که چادر سر میکنن کشیدم رو عمامم که شاگردای من منو پا منبر آقای کافی نبینن، نگن ای آقای کافی مقامی داره که استاد ما هم اومد پا منبرش. عبامو کشیدم رو سرم، با این سید رفیق اون رفتیم از جای قبر مرحوم آقای بروجردی، رفتیم دیدیم مسجد اعظم پر، این گوشه خورده یه راهروی جا راه رفتن هست، آمدیم و یه جا پیدا کردیم دوتایی نشستیم. یه کسی بغل من بود از این قومی ها، گفتم که آقای کافی کی میاد؟
گفت آقای کافی تقریبا 3 ربع ساعت دیگه. گفتم 3 ربع دیگه ما از حالا اینجا بشینیم؟ بگو این منو نمیشناخ، این قومیه. گفت سید جان بشین که دیگه جا گیرت نمیاد. ببین جمعیت مثل مور و ملخ داره میاد. میگفت ما با این رفیقم هم تو مات زده نشسته بودیم. میگفت جمعیت آمد یه جوری که دیگه درهای مسجد اعظم بستن، صحن مسجد اعظم پر شد، اون راهروی که ما آمده بودیم پر شد، بعد شنیدیم این خیابون موزه که پشت مسجد اعظم پر شده. اشو میگفت تو این مدت من فقط تو این فکر بودم که یعنی چه. میگفت تا اینکه دیدیم از اون روبرو در باز شد و شلوغ شد، فهمیدم آقای کافی آمد. آمد رفت رو منبر، منم یه زاویه بودم که قشنگ آقای کافی رو میدیدم. من آقای مرشیفت به من گفت آقای عاشق محسن به خدا قسم فقط همینقدر بهت بگم، هنوز وسط خطبه مرحوم کافی بود، لا سیما بقیت الله فی الارضین، میگفت نگاش کردم دیدم این ابر بهار داره گریه میکنه آقای کافی. خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد. میگفت یه دفعه دیدم خودم هم دارم گریه میکنم و نمیفهمم. میگفت وسط عشق ریختن من این رفیق ما زد به دست من. گاهی من رشی بهت نگفتم استغفار کن، حالا استغفار کن. میگفت من تصمیم در آوردم شروع کردم استغفار کردم و دعا کردن با. بعد تعبیر مرحوم آقای مرعشی رحمت الله علیه این بود، گاهی عاشق محسن من گریه برای امام حسین خیلی در عمرم کردم، ولی به امام زمان قسم در عمرم به اندازه اون مجلس برای امام زمان من گریه نکردم. نمیدونی چقدر گریه کردم و چه کار کرد آقای کافی اون روز و چقدر من استغفار کردم که این مرد رو من نشناخته راجبش قضاوت کرد. گفت این قصه تمام شد، ما از اونجا پاشدیم آمدیم بیرون. این رفیق ما گفت آقای مرشی حالا نظرت چیه؟ گفتم من عاشقش شدم، من مریدش شدم. رسیدم خونه محمودمون رو صدا زدم، آقای آس محمود که از فضلای بسیار خوبه و مدیر کتابخونه آقای من، خدا حفظش کنه. گفتم آس محمود برو هر جای قوم آقای کافی هست پیداش کن بیارش. گفت ایشون هم رفت و محل سکنای آجا ها رو پیدا کرد و حاجا به آجا گفت آیت الله مرعشی میخوان شما رو ببینن. گفت چشم، سری لباس پوشیده بود آمده بود و میگو آمد و من دوست داشتم دستشو ببوسم، اما دیدم او چقدر متواضع افتاد رو دستای من. آقای مرعشی اجازه نمیداد کسی دستشو ببوسه. بهش گفتم اولا آقای کافی منو حلال کن، ثانیا تقاضا میکنم منو یکی از مریدای خودت بدون. خیلی یه عالم، یه مرجع، یک شخصیتی مثل آیت الله لزما مرعشی نجفی که تشرفاتش خدمت امام زمان زبان زده. بله. به آقای کافی بگه آقا من جز مرید. و این جمله از مرحوم آقای مرعشی معروفه و نوشتن که به نظر من هیچ مرجعی در طول غیبت کبرای حضرت ولی است مثل مرحوم کافی خدمت به تشیع نکرد. این مال آقای مرعشی این جمله. اصلا امام زمان رو از غربت در آورد، جمع کران رو به مردم این نشون داد. این حرف خود آقای مرعشی به من گفت، گفت آقای کافی فقط بعضی از طلبه ها، اونم نه همه طلبه ها، بعضی از طلبه ها خبر داشتن یکی از دعاهای مفاتی دعای ندبه است. این مرحوم کافی بود که به ایران فهمود ندبه. الان شما هر جا میرید ندبه،